خب دیگه بریم تام بخیر سپاس از شما از زن که تا این لحظه ما را تنها نگذاشتین روز جهانی تئاتر که امروز هست هشت هفت هفته حمل روز جهانی تئاتر که ما همیشه این اشتباه میکنم خدا کنه شما هم بیننده برنامه سبا زندگی باشین دیدگاهتون رو برای ما بفرستین چرا که دیگه هشت ما روز جهانی زن بود همون روز جهانی زن دقیق دا دم دان دیگه بر شما ایزان میگم امروز هفته حمل روز جهانی تئاتر است در برنامه سبا زندگی مهمانای خوبی را تا این لحظه با خود داشتیم صحبتایی داشتن و همچنان شما هم میتونید دیدگاهتون طریق صفحه فیسبوک صبح زندگی همراه ما شریک بسازید در این بخش برنامه مهمان و محترمی همراه ما هستند. بانو تمنا توانگر کارگردان تئاتر میخوان صحبتایی داشته باشن در رابطه با روز جهانی تئاتر و دستاوردهایی که اینا داشتن در عرصه تئاتر شما رو خوش آمدید میگم بانو توانگر صبحتون بخیر باشه من سلام دارم حضور شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آریانا و روز جهانی تئاتر برای تمام تئاتریستان و کسانی در تلاش میکنن و کار میکنن تبریک میگن. سلامت باشین روز جهانی تئاتر به شما هم تبریک باشه شما که در عرصه تئاتر شاد سالهای رسپری سپری کرده باشین و بیشتر با این رشته بلدیت داشته باشین براتون تبریک میگم بانو تمنا میخوایم که در کل در, رابطه با روز جهانی تئاتر کمی صحبت کنیم که در افغانستان هر سال که در هفته حمل به نام روز جهانی تئاتر نامگذاری شده تجلیل صورت میگیره یا که خیر متاسفانه در همون قسم که تیاتر تا فعلا جایگاه واقعی خود در افغانستان پیدا نکرده حتی در تقویم یا جنتری افغانستان هم جایی برای تیاتر نیست مثلا خود ما یک یاد داشت همیشه میگیریم که ما در ریاست تیاتر ملی افغانستان حتما باید برنامه داشته باشیم و ای که در تقویم وجود نداره ای خودش سبب بسیار مشکلات میشه و این نشان میده که در افغانستان تجلیل صورت نمیگیره از روز جهانی تئاتر خصوصا اینکه ما همیشه آرزو داشتیم که تلویزیون ها مثلا تلویزیون آریانا بیاین و یک برنامه مستند یا یک برنامه به مناسبت تئاتر بسازن از جریان کار گریم گرفته تا روی سحن رفتن و تکس خانی و تمام این مراحل تیاتر یک برنامه داشته باشن و ما هم یک تیاتر زنده برشان اجرا بکنیم و داشته باشه متاسفانه از این جهت نمیشه که تئاتر مثلا تجلیل از روز جان تیاتر خلاصه بکنیم به مصاحبه های تلویزیونی و انشالله که در سالهای بعدی اگر ما تصمیم داریم که بتونیم ام، اینی تاریخ روز جانی تیاس را در تقویم ببریم و درد بکنیم که تجلیل شود انشاءالله خدا کنه تجریر صورت بگیره در صورتی که شما تا که بیان کردین راضی نیستین از اینکه مردم تا حالا استقبال نکردن و کسایی که مسئول بودن شادم روز 100 درصد نادیده گرفتن و نخواستن تجریر صورت بگیره خدا کنه در سالهای آینده حداقل یک یاد و یا نامی از تئاتر گرفته شود در چنین روزی تا که بتونن استقبال از تئاتر در افغانستان داشته باشن بیاین کمی در رابطه با این بگوین که نسبت به سالهای گذشته تا به امروز حضور زنان در عرصه تئاتر چگونه بوده خب جای مسرت و خوشبختی است که نظر به سالهای گذشته روز به روز تئاتر کم بیش جایگاه خود پیدا میکنه تا حدی یعنی نمیتونیم کاملا نامید شیم و همه قسم که تئاتر جایگاه خود پیدا میکنه خانم ها هم میفهمند که همانطور که در تمام عرصه های اجتماعی مثل یک بال هواپیما هستن و ام، حقشان هم کاملا برابر با جنس مخالف یا مرد ها هست در عرصه هنر و تیاتر هم اونا جایگاهی دارن خصوصا حضور زنان یکی از بزرگترین اناسور زیبایی تیاتر میشه از این خاطر ام، هستن کما بیش بیشتر از سالهای گذشته در عرصه تیاتر ام، ام. ام، کار میکنن سلامت باشین واقعا تئاتر یک رشته ای است که من خودم شخصا خیلی علاقه دارم در شروع برنامه به همکارای عزیزم دیگه حتی به بینندای عزیزم یادآور شدم که من حتی خودم در سن 12 13 سالگی قرار داشتم یک سال در تئاتر کار کردم خیلی بر مدل چسبت بود خیلی شیرین بود و از همه مهمتر من میتونستم همو چیزی که در جامعه ما بگذره به صورت یک نمایش به صورت یک طنز زیبا میتونستم به بینندای عزیز به کسایی که در اونجا دیگه حضور داشتن برشان نشان بدیم کسایی که مند هستن در این میخوان اشترا کنن میتونن از هر طریق هم استعدادی که دارن از طریق تئاتر و هموطنان عزیز ما نشان بدن و همچنان میتونن خلاقیتی که دارن اونها را بیشتر و خوبتر در نمایشنامه‌ای که در قسمت تئاتر صورت میگیره اونها را بهتر بالای استیج در رسانه ها نشان بدن تا که بتونن خلاقیت خودشان را به دیگران بکشن خدا کنه جوانان عزیز ما هم, هم همکاری در این راستا داشته باشن تا که بهتر همکاری کنن خب زیاد پر حرفی نمی کنم بانو بین در رابطه با ذهنیت سازی از طریق تئاتر کمی صحبت کنید چقدر کارشناما و تئاتر میتونه در قسمت پیشرفت جامعه ما تاثیر گذار باشه خب تئاتر معلم جامعه است یعنی نام دیگه تئاتر معلم جامعه بودن است به این خاطر که از لحاظ روانشناسی هفتاد فیصد درک خود انسان ها از طریق چشم میگیرن و و امروز بیشترین بود آموزشی که تئاتر میتونه داشته باشه هیچ هنری نمیتونه داشته باشه به خاطر که تصاویر تمام یافته به خورد بیننده خود میده و بیننده فقط میبینه و انسانها ها چیزی را که میبینن معمولا باور میکنن از این منظر هم میتونه خطرناک باشه هم میتونه که تأثیر پذیر و در راستای مثبت یک گامی را برداره خاطر از اینکه تیاتریس ها یک رسالت بسیار بزرگ دارن در رسه آموزشی و ای که در روی ذهنیت ها تاثیر میگذارند اگر کوچکترین قدم خود مثلا بسیار کوچک خلاف بانن یا کج بانن طبعا تاثیرات بسیار بد میگذارن روی مردم و در گذشته ها مثلا در دوران اعلی حضرت همان الله خان و سایر پادشاه افغانستان مردم ارزش تیاتر و ای که چقدر جنبه آموزشی داره او را درک میکردن و حتی با خرید تکت می آمدن در سالن تیاتر ملی افغانستان یا کابل ننداری که فعلا یک ویران است متاسفانه, متاسفانه. و اونجا می آمدن و اشتراک میکردن مثلا به دیدن تئاتر ها می آمدن و این نشان میداد که حکومت حکومت نیست در اون زمان از تأثیر پذیری اتیاد روی اذهان اجتماعی با خبر بوده که مثلا این همه امکانات فراهم می کرده که مردم هر شنبه یا جمعه بیاین بدیدن اتیاد های آموزشی و اجتماعی حالا در رابطه با نمایشاتی که شما خودتان برگزار کردین کارگردانی شکر کردین کمی صحبت کنین بیرون از کشور هم شما نمایشاتی داشتین؟ فعلا نه من زمانی که در دوران مهاجرت بودم و هنوز به افغانستان نیامده بودم بله ما در اونجا تئاتر اجرا میکردم و مسئول تیم تئاتر بانوان بودم در مشهد ایران و در حراتم هم که خب طبعا ما برنامه‌ای داشتیم تا ای که م کابل آمدم و در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه کابل در قسمت کارگردانی تئاتر درس خواندم و از او زمان یعنی از دوران محسلی به این طرف ما به گونه جدی شروع کردم به کارگردانی تئاتر. بسیار عالی علاقه مندی جوانان چگونه هست در عرصه تیاتر؟ خوشبختانه جوانان خیلی هستن؟ بله استقبال میکنن حتی وقتی که ما در, در مراسم نوروز یا مراسم های ملی مثلا ما هفته فرهنگی رو پیش رو داریم باز انشالله خواد دیدین شما بله. و یا در سایر مراسم وقتی که ما یک نمایش را میبریم ما استقبال پرشور مردم و خصوصا جوانها را میبینیم و همی که تیاتر تمام میشه همه میاین مثلا در میگیرن دستندار دستاندارکاران تیاتر را تشکر میکنن و پیشنهاد میدن که اگر اگر امکانش باشه ما هم میخواهیم که در اصیه تیاتر کار بکنیم بخاطر که یک هنر بسیار بزرگ و تاثیر پذیر هست حالا شما با این جوان ها سر و کار دارین و خودتان هم در این عرصه بودین و فعلا هم کارگردنی بسیار شاید یک تیمی از گروه تئاتر شما داشته باشین شما خودتان در تئاتر خودتان چگونه یافتین؟ اصلا چگونه کنه رسم این تیاتر؟ خب وقتی که من به نمایش های تیاتری و یا به کارهای خودم نگاه میکنم یا حتی به تماشای های تیاتر میرم احساس می‌کنم که من متعلق به یک دنیای بسیار بزرگ هستم این دنیا انقدر بزرگ است که پیش پاش خمها و مشکلات زندگی و, مل... و مسائل هاشی زندگی اصلا اهمیت نداره یعنی تمامش فراموش میشه وقتی که من خود متعلق به تیاتر مم. احساس میکنم از به این خاطر که تیاتر یک کار گروهی است یک کار دست جمعی است که همه دست اندرکاران تیاتر از کسی که گیریم میکنه تا کارگردان تا در راه صحنه یا تا کسی در قسمت موسیقی متن کار میکنه یا بازیگران همه و همه مثل اعضایی که مثل انگشت یک دست یک مشت میشن و در کنار هم هستن هم دیگر میپذیرن با هم صمیمی هستن و یک دنیا بسیار خاصی است که تا خودتان عاشقانه در این عرصه پا نگذارین نمیتونین درک کنین که من چی میگم بله. که چقدر بزرگ و باشکوه هست بله واقعا تئاتر خودش بازگو کننده بسیار از حقیقت هاست همون چیزی که در ذهن میگرده همون چیزی که در جامعه میگرده همون چیزی که در دلت هست میتونی به صورت تئاتر به دیگران نشان بدی و همون است که وقتی که اجرا میشه وقتی که برگزار میشه بیندام جلب میکنه چیزی که از چیزی که از دل میبرایه به دل می بله خدا کنه که شما هم همچنان در کارهایتون تا به امروز موفق بودین همچنان موفق باشین ما هم آرزوی موفقیت براتون داریم و شاید بسیار از چالش‌ها ها و مشکلات در عرصه تئاتر باشه میشه که در رابطه با این هم کمی اشاره کنین که مسئولین کیا هستن و چگونه میتونن همراه شما در این عرصه همکاری داشته بله. باشه در عرصه خب به عنوان یک خانم مثلا متاسفانه یک ذهنیت غلط که ما همیشه در تمام مصاحبه ها حتی اگر هزار بار لازم باشه که من از پشت تریبیون به تمام مردم افغانستان بگویم من هزاران بار اینجا میایم و صحبت میکنم که تا, تا بالاخره یک قسمت از, از این ذهنیت ها باز شوه و مردم تئاتر واقعا جدی بگیرن به خاطر که اقتصاد یک کشور امنیت یک کشور و تمام توانایی های یک کشور و فرهنگ یک کشور بسته به تئاترش است بله. همین تئاتری که مردم متاسفانه او را با پارچه تمثیلی اشتباه می گیرن من از همین جا می به تمام هموطنان عزیزم بگویم که تئاتر یک هنر مسلکی است یک هنر بسیار ظریف است یک هنر است که سالها باید درس بخوانی تحصیل کنی اکادمیک تحصیل بکنی تا اینکه بتونی در راسته کار بکنی <applause> و ای با پارچه های تمثیلی یا در بازی یا تنز های خیابانی کاملاً فرق داره از اینجا مشکل ما از, از جانب مردم است که اونا باید با همین دیدگاهی که تئاتر بسیار ارزشمند است امه. و, و یک وقت گذرانی نیست بسیار با, او خوب. با او با چند تصویر است از اجرای تئاتر و که آمادگی که برای آمادگی تئاتر میگیرن مراحلی که باید آماده شون برای اجرای تئاتر چند تصویر از با هم میبینید و شما هم در رابطه با این تصاویر میشه که صحبت کنین میبینیم با هم می که شما صحبت کنین در رابطه با این مراحلی که برای تئاتر بامری یک گرفتم بله فعلا اینجا یک از همکاران ما هستند جناب آقای حارث بیگ پروانه که تقریبا سی سال میشه در عرصه بازیگری در سالن تئاتر ملی افغانستان کار میکنن جریان گریم کردنشان هست و این که لباس میپوشن و همون لباس هایی که کاملا مشخص است برای تیاتر فکر میکنم یک لباس پادشاهی است که می و او تاج پادشاهی می روی سر و آماده میشن تا روی صحنه برن و اینا آمادگی های قبل از رفتن روی سن هستش سنده و سلامت باشیم بانو تمنا توانگر خدا کنه در عرصه کارتان همچنان پیشرفت کنیم و ما هم شاید پیشرفت شما در آینده نه چندان دور باشیم سلامت باشین تشکر از حضورتان اگر پیام گفتنی باقی مانده بسیار کوتاه مختصر میخوایم که همراه بیندا شریک بسازیم که جوانان عزیز ما چقدر میتونن در این عرصه همکار باشن همراه شما و چقدر میتونن در پیشرفت تئاتر همراه شما همکاری داشته باشن یک پیام بسیار کوتاه دارم برای م... کسانی که در رأس دولت هستند سپاسگزار هستم که تا جایی که میتونن تئاتر جدی میگیرن و کوشش میکنن که امکانات در اختیار تیاترستان قرار بدن تا در عرصه تیاتر کار بکنن اما می که تلاششان از این بیشتر باشه و دوم به خانواده هایی که خانم ها را مثلا خانم هایی که واقعا ذوق و غریحه تیاتری در وجودشان است در ذاتشان است اونها را لطفا اجازه بدن و درکشان بکنن که در این عرصه تحصیل کنن و ما یک تئاتر موفق به نام بزرگ افغانستان داشته باشیم ان شاء الله با امید خدا بازم سلامت باشین تشکر از حضورتان سپاس از شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو تنها نگذاشتیم بیننده برنامه صبح زندگی هستیم تا ساعت ده همچنان بخش های متنوعی داریم و تقدیمتان خواهیم کرد فعلا وقفه بسیار کوتاه داریم و در ادامه هم میوند تیموری ورزشکار با مهر مرسل امیری صحبتهایی می داشته باشند در رابطه با دستاوردهایی که داشتن فعلا رفت و برگشت کوتاه هستیم در خدمت شما عزیزان تشکر از اینکه برنامه های ما را برای دیدن انتخاب کردین اگر علاقه مند برنامه های قبلی ما هستین پس اینجا را کلیک نمایید اگر دوست دارین برنامه های بعدی ما را ببینین پس اینجا را کلیک نمایید و اگر میخواین به چینل یوتیوب آریونو تلویژن بپیوندین پس همین لحظه سبسکرایب کنین